گزارش رویترز و به نقل از نشریه نیویورک تایمز در گفتگوهای غیر مستقیم وین، واشنگتن و تهران با تلاش برای لغو تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی و کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران موافقت کردند. به نوشته این روزنامه، آمریکا و ایران از طریق واسطه‌ها توافق کردند که دو گروه کاری ایجاد شود تا هر دو کشور به توافق هسته‌ای 2015 بازگردند. بر اساس این گزارش‌ها، در جلسه روز گذشته در وین همه طرفین توافق کردند که یک کارگروه ایجاد کنند تا در مورد چگونگی بازگرداندن ایالات متحده به توافق برجام تلاش کنند. این کار با لغو تحریم‌های اعمال شده علیه ایران از سوی آمریکا که در نتیجه خروج دونالد ترامپ از برجام علیه جمهوری اسلامی اعمال شدند همراه خواهد بود. در همین رابطه کارگروه دیگری نیز بر این امر متمرکز خواهد شد که چگونه میتوان ایران را به تعهدات خود در برجام بازگرداند. به نوشته نیویورک تایمز، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین اعلام کرده که این دو گروه کار خود را آغاز کردند. این در حالی است که مقامات ایرانی پیش از برگزاری کمیسیون مشترک برجام بارها اعلام کرده بودند در این نشست هیچ گونه مذاکره مستقیم یا غیر مستقیمی با طرف آمریکایی نخواهند داشت. در این میان نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت ایالات متحده آماده است که گام‌های لازم برای بازگشت به انطباق با برجام را بردارد. او گفت این گام‌ها شامل برداشتن تحریم‌هایی می‌شود که با برجام سازگار نیست. او تأکید کرد رفع تحریم‌ها شامل آنهایی می‌شود که با توافق هسته‌ای سال 2015 ناسازگار است. اما در این حال افزود در موقعیت قرار ندارد که جزئیات بیشتری ارائه دهد. جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، نیز با بیان اینکه گفتگوهای غیر مستقیم با جمهوری اسلامی ایران بر سر احیای برجام در مراحل اولیه سازنده هستند، از ادامه آن استقبال کرد، ولی گفت که راه طولانی و دشواری پیش رو خواهد بود. وی افزود این گفتگوها در آغاز راه است و نمیتوان برای آنها جدول زمانی تعیین کرد. نگاهی به مواضع سخنگویان دولت آمریکا نشان می‌دهد که لحن مقامات آمریکایی نسبت به گذشته مثبت‌تر شده و این نشان از پیشرفت مذاکرات دارد، هرچند هنوز دشواری‌های زیادی برای انجام توافق پیش روی دو طرف قرار دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع دیپلماتیک روز چهارشنبه گزارش داد که گفتگوهای میان تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که قرار بود در ماه آوریل درباره ادعای آثار اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده در ایران انجام شود، به تعویق افتاده است. یکی از منابع رویترز که خواسته نامش فاش نشود، دلیل این تأخیر را فنی توصیف کرده است. دو منبع دیپلماتیک دیگر هم از تعویق برگزاری جلسات خبر داده، اما آژانس میگوید که تاریخ این نشست برای ماه آوریل هماهنگ شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادعاهایی را درباره آنچه فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در مکان‌هایی در ایران خوانده مطرح کرده، اما منبع آن را اعلام نکرده است. ایران نیز با تأکید بر اینکه تعهد کشورها در حوزه پادمان محدود نیست، گفته است که قلمرو خود را بر مبنای ادعاهای دشمنان به روی آژانس باز نمی‌کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه گذشته در پایان نشست فصلی شورای حکام اعلام کرد که در نتیجه مذاکرات فشرده با ایران مقرر شد که برای حل و فصل برخی اختلافات پادمانی ابتدای ماه آوریل نشست فنی در ایران برگزار شود. وی در گفتگو با خبرنگاران در وین ابراز امیدواری کرد که نتیجه این مذاکرات فنی رضایت بخش باشد و تا پیش از برگزاری نشست آتی شورای حکام مسائل باقی مانده حل و فصل شود. گروسی همچنین گفته بود این امکان وجود دارد که با گفتگو درباره موضوعات مورد نظر یا تحولات سیاسی به وضعیت بهتری با ایران برسیم. سوء مدیریت‌ها در خصوص کرونا و همچنین اظهارات ضد و نقیض و تصمیمات ضد و نقیض و مبهم و کم توجهی فاحش در خصوص مقابله با کرونا همچنان ادامه دارد و در همان حال شرایط کشور از نظر شیوع کرونا همچنان بحرانی است، ضمن اینکه افزایش مرگ و میرها نیز همچنان ادامه دارد و دولت همچنان تقصیرها و کوتاهی‌ها را به گردن مردم می‌اندازد و نقش خود را در وضعیت بحرانی ایجاد شده همچنان حذف می‌کند.
در حالی که آغاز واکسیناسیون در بسیاری از کشورها به کاهش معنیدار تعداد مرگ و میرها و ابتلاها منجر شده است، جمهوری اسلامی ایران و وزیر بهداشت همچنان در حال التماس به مردم برای رعایت پروتکل ها هستند و بیان که اقدامی عملی برای کاهش وضعیت بحرانی انجام دهد، همچنان با سلب مسئولیت از خود در تلاش است تا مردم را مقصر اصلی تشدید کرونا در کشور قرار دهد. در حالی که آمارها حاکی از اوج گرفتن تعداد مرگ و میرها در تهران و دیگر شهرهاست و تقریبا تمامی شهرهای ایران وضعیت بحرانی و قرمز دارند و روز گذشته فقط 1000 نفر در استان تهران بستری شدند و عملا تمام جراحی های غیر اورژانسی هم قطع شد، دولت همچنان همان پروتکل های عادی را ادامه می دهد و نه تنها محدودیت جدیدی را اعمال نکرده، بلکه از امکاناتی هم که در اختیار دارد و می تواند به کاهش فاحش مرگ و میرها و ابتلاها به انجامد استفاده نمی کند و حتی اقدامی برای کنترل بیماران یا محدود کردن آنها هم انجام نمی دهد. این در حالی است که تخت‌های مراقبت ویژه تقریباً در تمام شهرها پر شدند و به ویژه در مناطق محرومتر امکانات اولیه برای مراقبت ویژه از بیماران تنفسی ناشی از کرونا هم وجود ندارد. به گفته ناظران شرایط در تهران به شدت بحرانی شده و در این حال اقدامی پیشگیرانه و محدود کننده هم در سطح شهر توسط مسئولان ستاد کرونا انجام نشده است. علی عطا، سخنگوی هیئت رئیسه شورای شهر تهران، روز چهارشنبه مسئولان متولی کرونا را مقصر اصلی اوجگیری مجدد کووید 19 دانسته و با تاکید بر ضرورت تعطیلی 2 هفته‌ای تهران، تعداد مرگ و میر روزانه کرونایی در تهران را فراتر از 60 نفر در روز دانسته و تاکید کرده است که این آمار در حال افزایش است. این شرایط در حالی بحرانی شده است که به گفته کارشناسان امکان کنترل و محدودسازی بیماران کرونایی حداقل در شهرهای بزرگ به سهولت برای دولت وجود دارد و دولت با کنترل و محدود کردن بیماران و مبتلایان نقش قابل توجهی در کاهش تعداد مبتلایان دارد. دولت در حالی تقصیر اصلی در خصوص شیوع کرونا در کشور را به گردن مردم می‌اندازد که به راحتی با محدود کردن بسیاری از اقدامات می‌توانست تا حدود زیادی به کاهش تعداد مبتلایان و مرگ و میرها کمک کند. تقریبا هیچ محدودیت تأثیرگذاری توسط ستاد ملی مقابله با کرونا برای ترددهای نوروزی اعمال نشد و برعکس بسیاری از تورها و سفرهای نوروزی با کاهش هزینه‌های تورها افزایش یافت که به گفته تحلیلگران در افزایش بحرانی تعداد مبتلایان و بحرانی شدن مرگ و میرها تأثیر قابل توجهی داشته است. این در حالی است که ستاد ملی مقابله با کرونا به راحتی امکان محدود کردن این سفرها و همچنین تشدید اقدامات نظارتی به این منظور را دارد، اما همچنان به همان پروتکل‌های قدیمی ادامه می‌دهد و اقدام محدود کننده و نظارتی جدیدی را اعمال نکرده است. در حالی که تعداد مرگ و میرها در پایان سال گذشته به کمتر از 50 نفر در روز رسیده بود، با بی‌توجهی‌های صورت گرفته توسط دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا در اعمال محدودیت‌های کرونایی در پایان سال، در حال حاضر تعداد مرگ و میرها دوباره سه‌رقمی شده و کادر درمان در سراسر کشور نسبت به بحرانی شدن شرایط در هفته آینده هشدار داده و تاکید کردند اگر محدودیت‌های شدید وضع نشود و قرنطینه در شهرهای بحرانی صورت نگیرد، شرایط در کشور به ویژه در هفته‌های آینده و با شیوع بیشتر بیماری بحرانی تر خواهد شد. کلیت حکومت در مقابل این وضعیت به شدت در افکار عمومی زیر علامت سوال قرار گرفته است. حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت باز هم مدعی پیروزی مقابل آمریکا شد و باز هم به اعترافات آمریکا در خصوص شکست این کشور در مقابل فشار حداکثری ایران اشاره کرد و گفت این موفقیت به خاطر مقاومت و ایستادگی مردم و رهنمودهای آیت الله خامنه ای بوده است. رئیس جمهوری به مقاومت دولت در مقابل برقرار کردن سیستم کوپنی برای تأمین ارزاق عمومی اشاره کرد و گفت با وجود فشارهای افراد، دولت در طول جنگ اقتصادی 3 ساله حاضر نشد توصیه آنها را در مورد کوپنی کردن اجرا کند.
وی تاکید کرد دولت این توانایی را داشته است که کشور را به شکل عادی اداره کند و کالای مورد نیاز را نیز به اندازه کافی و به وفور تأمین کند. وی در این حال با اشاره به گرانی قیمت‌ها اظهار داشت دولت طی این 3 سال با وجود گرانی تأمین کالا را به شکل موفقی انجام داده است. این در حالی است که کمبود کالاهای اساسی در سال گذشته به شدت محسوس بوده است. روحانی افزود اقدامات دولت آمریکا شکست خورده و راهی غیر از مذاکره ندارد. گرچه روحانی اشاره‌ای به این موضوع نکرد که چرا دولت آمریکا راهی غیر از مذاکره ندارد و در حالی که این فشار اقتصادی ملت ایران را دچار سختی کرده و خزانه کشور را به خاطر تحریم‌ها و توقف فروش نفت خالی کرده، آمریکا راهی به غیر از مذاکره ندارد. جمهوری اسلامی ایران به خاطر مشکلات گسترده اقتصادی در کشور ناگزیر از مذاکره و اقدام برای رفع تحریم هاست، اما در همان حال بارها تاکید می‌کند که آمریکا چاره‌ای غیر از مذاکره با ایران ندارد. حسن روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش به شکست آمریکا در طرح دعوای ایران در دادگاه لاهه اشاره کرد و اظهار داشت این پیروزی که در دادگاه لاهه به دست آمده متعلق به دولت 12 نیست و متعلق به همه ملت ایران است. این چندمین بار است که حسن روحانی به پیروزی ایران در دادگاه لاهه اشاره می کند. این در حالی است که پیروزی دولت ایران در دادگاه لاهه تنها در این زمینه بوده است که دادگاه لاهه اعلام کرده است که اعتراض و شکایت ایران از آمریکا در دادگاه لاهه قابل بررسی است و صدور مجوز توسط دادگاه لاهه در خصوص رسیدگی به پرونده ایران و آمریکا تنها پیروزی است که دولت ایران در این دادگاه به دست آورده است و دولت جمهوری اسلامی ایران پرونده ای را در این دادگاه به پیروزی نرسانده است. حسن روحانی همچنین با کنایه به سازندگان گاندو و البته بی آنکه نامی از این سریال ببرد اظهار داشت کسانی که با پول مردم فیلم درست می کنند چرا برای این شکست آمریکا و پیروزی ملت ایران فیلم نمی سازند؟ وی اظهار داشت شرایط سخت اقتصادی در کشور و بی‌نیازی واردات بنزین و گازوئیل ارزش فیلم ساختن دارد. روحانی که پیش از این تنها راه بازگشت آمریکا به برجام را توبه خوانده بود، درخواست آمریکا برای بازگشت به مذاکرات را به معنای همان توبه دانست و اظهار داشت با این وجود در عمل هم باید صداقت آمریکایی‌ها را سنجید. رئیس جمهوری با رد ادعاهای کسانی که می‌گفتند ایران توانمندی‌های هسته‌ای خود را فروخته است، اظهار داشت هیچ زمانی از ابتدای آغاز فعالیت‌های هسته‌ای کشور توانمندی هسته‌ای ما به اندازه امروز نبوده است. وی همچنین لغو تحریم تسلیحاتی کشور را نیز دیگر دستاورد دولت خود دانست و اظهار داشت با وجودی که افرادی ادعا می‌کردند که دولت به توان تسلیحاتی و دفاعی کشور توجهی ندارد، متوجه شدند که به واسطه برجام تحریم تسلیحاتی ایران هم رفع شده است. روحانی در ماه‌های آخر ریاست جمهوریش در صدد است که نشان دهد که کارنامه موفقی داشته است. روز گذشته خبری به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد مبنی بر اینکه ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه که تمایل زیادی برای کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری دارد و سفرهای استانی خود را نیز افزایش داده و امروز پنج شنبه نیز به همدان سفر کرده است، برای انتخابات ریاست جمهوری استعفا داده و عرافی رئیس حوزه علمیه قم به جای وی به این سمت منصوب شده است. دلیل این خبر نیز حضور عرافی در روزهای بعد از تعطیلات عید در قوه قضاییه بوده است. با گسترش بحث در شبکه‌های اجتماعی، علی نادری مدیر کل روابط عمومی قوه قضاییه در پیامی نوشت با نزدیک شدن به ماه‌های انتخابات هم بازار شایعه داغ‌تر می‌شود و هم شبکه‌های اجتماعی امکان نشر خبر فاقد منبع معتبر را فراهم می‌کنند. مثلا امروز خبری مبنی بر استعفای رئیس قوه قضاییه منتشر شد، آن هم با منبع ناشناس. این خبر کذب محض است و البته نه اولین مورد از این شایعات بوده و نه آخرین. خود عرافی نیز خبر را مورد تکذیب قرار داده است. این در حالی است که جریان‌های روحانی و آخوندی درون سیستم به دنبال رئیسی هستند و جمعی از اعضای مجلس خبرگان هم به دنبال لابی برای حضور وی هستند. تکذیبیه رئیسی هم احتمال حضور وی را نفی نکرده است. باید دید تا 3 هفته دیگر که ثبت نام‌ها آغاز می‌شود رئیسی چه خواهد کرد.
به گزارش CNN، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مجدداً به مخالفت با توافق ایران و آمریکا پرداخت و در نخستین واکنش به مذاکرات غیر مستقیم آمریکا و ایران در وین گفت که این کشور تنها به حفاظت خود مقابل کشوری که قصد نابودی اسرائیل را دارد مقید است و قرارداد برجام بی‌اعتبار خواهد بود. وی در توییتی گفت که قرارداد هسته‌ای با ایران که به آن مجوز بین‌المللی برای پیشرفت به سوی رسیدن به ذرات‌خانه بمب‌های اتمی داده بود، دوباره بر سر میز مذاکره است. ولی تاریخ به ما آموخته است که این قراردادها با کشورهای تندرو بسیار بی‌ارزش هستند. به یفزود من به نزدیکترین دوستانمان اعلام می‌دارم مبادا اشتباه کنید. قراردادی که راه ایران را برای به دست آوردن سلاح هسته‌ای، سلاحی که ما را در معرض نابودی قرار می‌دهد، هموار می‌کند، هیچگاه ما را ملزم خود نمی‌کند. ما فقط به یک چیز مقید هستیم که راه را بر کسی که قصد توطئه نابودی ما را دارد ببندیم. وی گفت در دوران هولوکاست ما نه قدرت و نه حق مستقل و خودمختار برای دفاع از خود داشتیم. ما بدون حقوق، بدون کشور و بدون مدافع بودیم. اما امروز کشور، قوه دفاعی و حق طبیعی و کامل داریم و به عنوان کشور قوم یهود از خود در برابر دشمنانمان دفاع می‌کنیم. در این میان CNN گزارش داد که یوسی کوهن، رئیس موساد، طی روزهای آینده برای رایزنی با مقامهای ارشد کاخ سفید و مجاب کردن آنها به عدم بازگشت به برجام به واشنگتن می رود. این نخستین سفر یک مقام بلندپایه اسرائیل است که بعد از روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا است. اسرائیل در حال برنامه ریزی برای برگزاری یک دیدار بین بایدن و کوهن است. به گزارش رویترز، هفته گذشته کاروانی از شبه نظامیان شیعه به شدت مسلح آشکارا در مرکز بغداد تردد کردند و حضور آمریکا در عراق را محکوم و همچنین تهدید کردند گوش کاظمی را ببرند. حرکتی که به روشنی برای تضعیف نخست وزیر عراق صورت گرفت و اکنون در واکنش به این اقدام مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته است که شبه نظامیان مورد حمایت خود را در عراق مهار کنند. مصطفی کاظمی این درخواست را در پیامی به تهران با لحنی قاطع مطرح کرده است. مقامات عراقی میگویند که کاظمی در پیام خود به تهران تهدید کرده است که اگر جمهوری اسلامی از نفوذش برای کنترل شبه نظامیان در عراق استفاده نکند، به روشنی بیان خواهد کرد که چه کسی از آنها حمایت می‌کند و افسوده است که حاضر است با آنها مقابله کند. عراق در این بین یکی از شرکای عمده تجاری ایران به حساب می‌آید و برای تأمین برق مورد نیاز خود با برخورداری موقت از معافیت از مجازات تحریم‌های آمریکا علیه ایران از ایران گاز و برق وارد می‌کند. خبر ارسال پیام کاظمی به تهران در شرایطی منتشر می‌شود که سومین دور گفتگوهای استراتژیک واشنگتن و بغداد آغاز شده است. این گفتگوها برای اولین بار است که در زمان ریاست جمهوری جو بایدن در آمریکا صورت می‌گیرد و انتظار می‌رود مسئله گروه‌های شبه نظامی عراقی مورد حمایت ایران که خارج از اختیارات دولت فعالیت می‌کنند در کانون گفتگوهای استراتژیک عراق و آمریکا باشد. بحران مهاجرت شاید پس از بحران کرونا و نوسانات اقتصادی سومین چالش بزرگ دولت نوپای پرزیدنت بایدن باشد. بنابر گزارش رسانه‌ها و آمار منتشر شده از سوی نهادهای دولتی، از زمان روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهور جدید، موج تازه‌ای از مهاجران به سمت مرزهای جنوبی آمریکا در حال حرکت است. موجی که دست کم از سال 2016 و استقرار دولت آقای ترامپ هرگز بدین شکل سابقه نداشته است و شاید تنها بتوان شباهت‌هایی از این دست را در دولت باراک اوباما پیدا کرد.
اما بنابر تحلیل رسانه‌ها و کارشناسان چند دلیل عمده باعث شده تا موج بزرگی از مهاجران از کشورهای آمریکای لاتین به سمت مرزهای ایالات متحده آمریکا حرکت کنند. نخست شرایط زندگی در آمریکای جنوبی. از دیدگاه تاریخی شرایط زندگی در آمریکای جنوبی و مکزیک مهمترین دلیل مهاجرت از این مناطق به سمت ایالات متحده آمریکا بوده است. هرچند همان گونه که اشاره شد در طی تقریباً 5 سال گذشته این موج کنترل شده بود. جدای از آن همه‌گیری کرونا هم دلیل دیگری بر کند شدن این روند بود. اما در طی ماه‌های اخیر تعداد افرادی که از این مناطق حرکت کرده و قصد مهاجرت به آمریکا را دارند هر روز به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد. دلیل دیگر این است که هر یک از 3 کشور گواتمالا، السالوادور و هندوراس با مجموعه منحصر به فردی از چالش‌های اقتصادی، سیاسی و زیست‌محیطی روبرو هستند. با این وجود همچنان دلیل اصلی مهاجرت به سمت ایالات متحده آمریکا فرصت‌های اقتصادی است. الکس نوراسته، مدیر مطالعات مهاجرت در انستیتوی کاتو میگوید یک فرد مهاجر از امریکای مرکزی میتواند 3 تا 6 برابر درآمد کشور خود در امریکا درآمد داشته باشد. این رقم میتواند حتی پس از کسر هزینه های شخصیش باشد. مهاجران اغلب میگویند به دلیل شرایط اقتصادی و حاکمیتی از کشور خود مهاجرت میکنند. از سوی دیگر امریکا همچنان مانند یک آهنربای قدرت و اقتصاد عامل جذب و تشویق آنهاست. به عنوان نمونه گواتمالا کشوری که مدت هاست با مشکلات آب و هوایی و خشکسالی دست و پنجه نرم می کند یکی از مناطق با مهاجرت بالا به سمت ایالات متحده امریکاست. عوامل اینچنینی باعث شده تا مهاجران از این منطقه رانده و به سمت امریکا حرکت کنند. در هندوراس، دیگر کشور امریکای جنوبی، فساد و شایعه ائتلاف دولت با باندهای مافیایی عامل دیگر مهاجرت است. تا جایی که حتی گفته می شود، رئیس جمهور خوان اورلاندو هرناندز در موضوع مواد مخدر و مافیا دست دارد. با این همه در مرزهای امریکا یک جمله به چشم می خورد. مرز بسته است. و اما در واشنگتن، جمهوری خواهان طرفدار آقای ترامپ خواهان ادامه سیاست های ضد مهاجرتی او هستند. We'll be right back.